توهین اشرف غنی به استاد سیاف. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. توهین استاد سیاف از سوی اشرف غنی. اشرف غنی استاد سیاف را فریبکار خطاب کرد و گفت یک پخمونی ده لغمونی. رئیس جمهور غنی در جلسه بزرگ مردمی ولایت ننگرهار گفت این مسئولیت ماست که مردم را به ثبات برسانیم و طالبان باید افغانستان امروز را درک کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت ننگرهار در جلسه بزرگ مردمی که در تالار مقام آن ولایت برگزار شده بود سخنرانی کرد. در این جلسه که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، دکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی، فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه، دکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور، استر جنرال محمد یاسین ضیا لوی درستیز وزارت دفاع ملی و شماری از وزرای کابینه نیز حضور داشتند، ابتدا ضیاءالحق قمرخیل والی ننگرهار در صحبتهایش ضمن خوش آمدید بر رئیس جمهور و هیئت همراهش گفت که به خاطر تأمین امنیت این ولایت مردم نقش اساسی را ایفا کردند، زیرا فاصله میان مردم و مقام ولایت از میان برداشته شده است. والی ننگرهار گفت که خواست اساسی مردم تأمین امنیت، تطبیق اصلاحات و تقویت حکومت داری خوب است. وی پیشنهاد خیش را در زمینه رفع کمبود معلمین و رسیدگی به مشکلات پوهنتون و شفاخانه ها گردید. سپس احمد علی حضرت رئیس شورای ولایتی، امیرخان یار نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه، مولوی محمد داوود به نمایندگی از علما و ذبیح الله زمرعی به نمایندگی از بزرگان و متنفذین صحبت کردند و خواستها و پیشنهاداتشان را در عرصه های توجه به امنیت شاهراها، افزایش تشکیل معلمین و پلیس، تعیین جوانان در ادارات دولتی، بازسازی خط رنوی میدان هوایی، رسیدگی به خواستهای علمای کرام، حل مشکل استملاک زمین پوهنتون، احداث سرک دوم کابل جلال آباد و جلال آباد تورخم و جلوگیری از ترورهای هدفمند با رئیس جمهور شریک ساختند. سپس امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور صحبت کرد و از ضمن اتحاف دعا بر روح شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی از تلاش و قربانی خیزش‌های مردمی در زمینه تأمین امنیت ننگرهار قدردانی کرد. امرالله صالح با اشاره به مذاکرات صلح گفت که در مذاکرات صلح بالای جمهوریت، بیرق و حقوق زنان معامله صورت گرفتن نمی‌تواند و شرط ما این است که زعامت با رای مردم تعیین می شود. رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های اشتراک کنندگان گفت که مردم ننگرهار با هماهنگی طرحشان را در خصوص تغییر ولسوالان و رؤسا ترتیب نموده و به من بسپارند تا در زمینه اقدام نماییم. رئیس جمهور کشور به وزارت معارف هدایت داد که با ولایت ننگرهار 4000 پاس را بدهد و در خصوص اصلاحات در معارف این ولایت یک طرح واضح ترتیب گردد. رئیس جمهور با اشاره به ارزش تجارتی و ترانزیتی ننگرهار گفت که در تورخم 20 میلیون دلار سرمایه گذاری میکنیم و حکومت سهولت های لازم را در زمینه سرمایه گذاری عرصه انرژی برق فراهم خواهد کرد. رئیس جمهور غنی در اخیر این جلسه مبارزه مردم ننگرهار را در برابر داعش و سایر گروه های تروریستی بی‌نظیر خواند و گفت این مسئولیت ماست که مردم را به ثبات برسانیم
و طالبان باید افغانستان امروز را درک کنند. در حالی که دور دوم گفتگوهای صلح به منظور شکلگیری حکومت مشارکتی و توافق سیاسی با طالبان آغاز شده است، اما رئیس جمهور غنی میگوید اراده او بران است که حکومت را به جانشین خود بسپارد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی این اظهارات را روز پنجشنبه 18 جدی در ولایت ننگرهار ابراز داشت و تاکید کرد که صلح برای دولت افغانستان مهمتر از آب و هوا است. مگر به گفته او صلح مثبت باید باشد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی که برای شماره از بزرگان محلی ننگرهار صحبت میکرد با یک جمله کوتاه تکلیف گمانه‌زنی ها و بگومگوهای اخیر در مورد به حکومت موقت را حل کرد و گفت تمام اراده من این است که به اراده مردم حکومت را به جانشین خود بسپارم. رئیس جمهور غنی به هدف بررسی اوضاع امنیتی ننگرهار به این ولایت سفر کرده بود و پس از افتتاح 145 باب مکتب در این ولایت به مشکلات مردم گوش داد و وعده حل این مشکلات را هم داد. در همین حال گزارشنامه افغانستان می نویسد نیروهای اطلاعاتی آمریکا ترامپ را سر جایش نشاند. زور هیبتناک و مخفی آمریکا ترامپ شورشگر و متعرض به بنیانهای دموکراسی را مجبور کرد که اعلامیه بدهد که به انتقال مسالمت آمیز قدرت در 20 جنوری متعهد است. به نظر می رسد در برکناری فضاحتبار ترامپ اکثر قدرت‌های جهان سهم داشتند. او عضویت آمریکا از اکثر پیمان‌های معتبر بین المللی فسخ کرد و کم کم میل داشت ابتدا به هتلر برای آمریکا و سپس برای تمام جهان تبدیل شود. هیلاری کلینتون تلویحاً او را سردمدار توریست‌های داخلی خواند. ترامپ پیش از طعنه‌زنی هیلاری در جبهه آسیای آمریکا دستان توریست‌ها را با گرمی فشرده بود. شورش در واشنگتن خبر از ساختار لرزان نهادهای قدرت می‌دهد. چیزی که در خارج از آمریکا از نظرها پنهان بود. تصور کنید ترامپ هم جنس اشرف غنی است، با این تفاوت که غنی دست نگر و محتاج است و ترامپ از انباشت سرمایه در باشگاه سرمایه داران به ترکیدن رسیده است. باز هم تصور کنید قدرت ترامپ در دست غنی قرار داشته باشد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.